تا سال 50 من قم بودم، درسی شروع کردم. خدمت رو از کنم که کفایه میگفتم، یه مکاسب میگفتم و درسی نمیرفتم، درسی نمیرفتم و یه شرح وسیله ای را هم، یعنی شرح تحریر الوسیله ای را هم شروع کرده بودم که تقریرات درس امام بود، دو مرتبه بازنویسی میکردم. تا اینکه سال 50 که رسید، خب مسجد لورزاده در تهران مرکز علاقمندای امام بود و گروه جوانی اونجا دست در کار بودند که فعالانه در نهضت بودند، بازاریای 100% خالص در نهضت. اینا ظاهرا متوجه شده بودند که آقای حاج مزلی، آقای فلسفی که امام جماعت مسجد بود، قصد مهاجرت به مشهد را داره. از ایشون خواسته بودند که چند مدتی باشند تا این آقایون یک کسی را پیدا کنند. ظاهرا اینا گشته بودند، کیا معرفی کرده بودند من هنوزم خودمم نمیدونم، ولی با آقایون معرفی کرده بودند. اینا به جای اینکه بیان پیش من، رفته بودند پیش آقای نجفی ورشی. سال 50 دست جمعی حدود 30-40 نفر رفته بودن اونجا، ازشون درخواست کرده بودن که ایشون اجازه بدن که ما را که بیاییم تهران. ایشون هم بدون اینکه با من مشورت کنن خیلی استقبال کرده بودن، بسیار خوب و فلان. و بعد اینا به آقای نجفی گفته بودن شما پس ایشون تکلیف کنید. آقای نجفی من خواستن البته من عرض کنم این دو ساله که من به عنوان داماد ایشون در قم بودم فقط اعیاد خدمت ایشون میرسیدم، بیرونی ایشون اصلا رفت آمد نداشتم و ابا داشتم از این که به عنوان مثلا یک خدمتتون عرض کنم که اطرافی یا اینجوری برخورد بشه. اعیاد و اینا میرفتم اندرون و سلامی عرض میکردم میامدم بیرون، تو کارهایشون اصلا دخالتی نداشتم. منتها در همون ایام یه سلسله مسائلی رخ داد، یه موضع‌گیری هایی که حالا من نمیخوام بگم من نقشی داشتم، ولی بالاخره تو صحبت ها من همیشه مسائل نجف را منتقل میکردم، وضعیت امام را و انتظارات امام را از قوم. یکی دو تا جریان پیش آمد کرد، موضع‌گیری ها حتی اعلامیه، که ظاهرا اینجوری وانمود شد که این جریان از زمانی است که ما وصلتمون صورت گرفته با آقای نجفی و این مربوط به من هست. حتی ساواک من احضار کرد، خاطرم نیست احضار ساواک چه نحوه بود، تلفنی بود یا آدم فرستادند، الان حافظم یاری نمیکنه. ولی من با آقای نجفی مشورت کردم، گفتم من خواستن، ایشون ناراحت شدن، گفتن خب شما برید ببینید چی هست. دقیقا الان یادم نیست جا کجا بود، ولی ساواک قم رفتم و یک بازجویی از من شد که نسبتا طولانی هم بود و سعی میکردن که من نفهمم که برای چی من احضار کردن، اما از مجموع من به دست آوردم. چون اولین سوالی که از من کردن گفتن شما با آقای زنجانی فامیل هستید، عاشق غلامرضای زنجانی که در بیت آقای شریعت مدار بود. من گفتم نه. گفتن رفاقتی، مناسبتی، چیزی؟ گفتم نه. حالا من بعد متوجه شدم که چرا من اینجوری اظهار تنفر کردم، خودم سیاست ایجاب نمی کرد. بالاخره ما میبایست اونجا در بازجویی نرمش نشون میدادیم، ولی حالا به هر دلیلی بود من خیلی محکم گفتم اصلا همشهری هستیم، شونم زنجانی، ما هم زنجانی هستیم، اصلا ارتباطی نداره، مثلا من مشیشون دوستم ندارم. و خدمتتون عرض کنم که همطور مسائل را سوال میکردن تا اینکه من من حیث المجموع به دست آوردم که خلاصه اینا میگن که این اعلامیه رو تو نوشتی، این موضع گیری ها از زمانی است که تو آمدی، خلاصه مربوط به آقای نجفی شد. منم البته انکار کردم، انکار کاملم کردم،
شواهدی هم ذکر کردم براشون که نه اینجوری نیست و اونا هم اگر اینچین استنباطی هم کرده بودن اشتباه کرده بودن، چون من مؤثر بودم اما نه مؤثر در اون حدی که به من نسبت داده بشه. در هر حال اینا بازجویی که تمام شد با یک تشری خشونتی از ما خواستن یه تعهد بگیرن، منم امضا نکردم. هر چی اصرار کردن گفتن لااقل یه چیزی بنویس که از اینجا بری بیرون. گفتم که من کاری نکردم انجام بدم، چی تعهد بدم که چی انجام بدم؟ شما بنویسید تو کاغذ که من چی کارهایی رو نباید انجام بدم، من بفهمم من چی میدونم شما چی میخواهید. بالاخره دو سه بار این رد و بدل شد، ما هم تعهد ندادیم، اونا هم ظاهرا نمیتونستن نگه دارن ما را و ما آمدیم بیرون. و خدمتتون عرض کنم که در هر حال مسئله ناقص موند. آقایونی که آمده بودن از تهران خدمت آقای مرعشی رسیده بودن، از ایشون درخواست کرده بودن. آقای مرعشی من خواستن، گفتن حالا ساواکم که رو شما حساسیت پیدا کرده، شما بیاد برید تهران. و آقایون آمدند و علاقمندند و الانم در تهرانن، دو روز الانم در قمن، دو روز در قم هستند، منتظرن که شما بپذیرید. من جواب مثبتی ندادم، گفتم من هنوز آمادگی این که از حوزه بیرون برم را ندارم، اجازه بدید من فکر کنم. من برگشتم به منزل، دیدم این آقایون آمدن منزل و سلام سلام، و بالاخره تعداد زیادی بودند و بعضی هاشون هم برای من آشنا بودند، چون افرادی بودند که اینها سران حرکت بازار در مسیر نهضت بودند. اینا به قدری مصر بودن همون روز ما را راضی کردند و همون روز هم بالاخره با تعداد اتومبیل که اومده بودن قم، برگشتنی ما رو با خودشون برگردوندن به تهران. و یادم هست مغرب ما رسیدیم به تهران و رفتیم مسجد، و خب یه ترتیبات زیادی ترتیب داده بودن از قبیله نمیدونم گوسفند و قربانی و استقبال و از این حرفا. تصادفی اون شب برق رفته بود که این خاطره تو ذهن موندنی برای من بود که تقریبا تمام اون تمهیداتی که اینا کرده بودن خونسا شد به خاطر بدون برق بودن. و تابستان هم بود که ما نماز رو تو حیات خوندیم و بالاخره آمدیم تهران. و 6 ماهی هم من تهران تنها بودم. بعد از 6 ماهی خانه خریداری کردیم که الان هم تو همون خونه من زندگی میکنم، همون خانه که سال 50 خریدیم به 105,000 تومان همون خانه زندگی میکنم. البته دستی به سر و صورت خانه کشیدیم ولی همون خانه هست. و دیگه بچه ها رو آوردیم تهران ساکن شدیم. و در برنامه های مسجد ما 2 شب تفسیر و 1 شب نهج البلاغه و 2 شب فتاوای امام رو میگفتیم. تقریبا همه شبها رو پر کرده بودیم. در تفسیر و نهج البلاغه هم سعی میکردیم آیاتی و خطبه هایی رو انتخاب بکنیم که مناسب با شرایط موجود هست. ولذا بارها ما را به ساواک احضار کردن به خاطر این صحبت ها. و خدمتتون عرض کنم که اگر فرصتی باشه این بازجویی هایی که ما دادیم اینها را عرض میکنم. 2 بار هم زندان رفتیم، زندان کمیته، کمیته مشترک. و خدمتتون عرض کنم که 1 بارش با مرحوم ملکی هم سلول بودیم. و بالاخره تهران مشی ما یه مشی در مسیر لورزاده از نادر مساجدی بود که فتاوای امام صراحتن با نام دعا به امام و در مناسبت‌های مختلف و منبری‌های انقلابی اونجا منبر می‌رفتن. البته بعضی از این منبری‌ها را من نمی‌پسندیدم ولی دوستان می‌پسندیدن. مثلا آشوری، اگر خاطرتون باشه آشوری را من نمیپسندیدم. 1-2 بار باشون صحبت کردم، راجب نظریات امام صحبت کردم، دیدم که اصلا به امام توجهی نداره، خودش را اصلا صاحب نظر در برابر امام میدونه. به دوستان منتقل کردم که آقا ایشون درست انقلابی هست اما در مسیر امام نیست، این
خودش داعیه داره، ولی خب شرایط حادی بود. من یادم هست که اون زمان سال مثلا 51-52 که آقای آشوری اونجا منبر میرفت، خب جمعیت بسیاری، هر کسی با یه ضبط صوت دستش میومدن، نوارهای صحبت ایشون پخش میشد. بچه انقلابیون در تهران، جوانهای انقلابی در تهران اینجوری تقسیم کرده بودن. آقای دعاگو رو داده بودن به ما مسجد لورزاده، آقای آشوری رو برده بودن مسجد همت آقای ملکی. ولی چون اجتماع در جنوب بیشتر بود، اینا جا به جا کردند، دوستان رفتن اعتراض کردن، اونم صرفا به خاطر سن آقایه. یعنی وقتی چون بالا منبر می نشست، واقعا خیلی ها مشکلشون بود از نظر سنی، لذا جا به جا شدن. آقای دعاگو رفتن بالا، آقای آشوری آمدن پایین، و خب منبرهای انصافا گیرایی داشت، منتها همه مسائل رو تحلیل مادی میکرد، تحلیل انقلابی میکرد، اصلا چیزی به عنوان عبودیت و عبادت و معنویت را به جا نمیذاشتیشون. در هر حال، یا مثلا فرض کنید که یه مدتی دوستان ما آقای چیز را، جلال گنجه‌ای را دعوت میکردن. هرچی به دوستان من گفتم، ایشون من میشناسم، در نجفم دیدم، ایشون مایه و سواد درست حسابی نداره، درسته در مسیر انقلاب و نهضته، اما ما کسانی را میخواهیم که در مسیر انقلاب باشن و دارای مایه های علمی باشن، که جوانهایی که میان دست خالی بر نگردن. ایشون اون زمان تقریبا حرفای مرحوم شریعتی رو حفظ کرده بود تو تیوار، همون عیناً عبارتهای مرحوم شریعتی رو بر زبان می آورد. خب اون زمان دوستان علاقمند بودن. خب بعد معلوم شد که هر دو موردی که ما نظر منفی داشتیم درست بوده، ولی مرحوم آقای لاهوتی یکی از پایگاه هاشون بود اونجا، همین آقای طاهری اصفهانی منبرهای انقلابی خوبی داشت. در هر حال اونجا پاتوقی بود، مرکزی بود برای هم منبرهای انقلابی، هم تجمع افراد. مخصوصا صندوق قرض الحسنه ما داشتیم. صندوق قرض الحسنه یک پناهگاهی بود برای انقلابیونی که از نظر مادی در مضیقه هستند. حتی بد نیست این هم گفته بشه که صندوق مسجد لورزاده یک وام درشتی برای منافقین داد، برای خرید اسلحه. اون زمان سالهای 53-54 این حدودها، یا شاید هم زودتر، بین 52-54 یه وام 500,000 تومان. خب اون زمان 500,000 تومان یه چیزی شبیه 50,000,000 تومان حالا بود دیگه، که همینم لو رفت. ساواک حساس شد، ولی دوستان آمدن در صندوق کلیه اسناد را آتش زدن که اسناد باقی نمونه، چون نمیتونستن این اسناد را جدا کنند و از بین ببرند، رضا کلیه اسناد را از بین بردن. ساواک نتونست مدرکی پیدا بکنه. یکی از عناصر فعال منافقین در اونجا در مسجد فعال بود، خدمتتون عرض کنم که اسمش اگر حافظم یاری کنه، اعدام شد متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، به خاطر وابستگیش به، خدمتتون عرض کنم که منافقین اعدام شد. یعنی مسئول شاخه بازار منافقین بود و عامل انفجار سینمای قم بود. البته ما اون وقت نمیدونستیم، اصلا اطلاع نداشتیم ایشون عضو رسمی منافقین هست، ولی خب انقلابی بسیار تندی بود که هم در صندوق عضویت داشت، هم در مسجد فعال بود. فقط بعد از اینکه آزاد شد، از زندان آزاد شد، سال 57 بود دیگه، کلیه منافقینی که زندانی بودن آزاد شدن، که اون زمان خب مثل حالا نبود، بدبینی ها به این شکل نبود، ما به دیدن همشون رفتیم. خدا دوست ها، خدا پرست ها، خدا دوست ها، یا خدمتتون عرض کنم که
خدمتتون عرض کنم که اسامی درست خاطرم نیست، یکی هم این سرانشون که در حول و حوش همین محل ما بود که اون زمان رئی مسئول شاخه فرهنگیشون بود، الان هم هست، حیاتی، محمد حیاتی، و ایشون که هنوز اسمش هم به خاطرم نیومده، اینا اکثر اینا رو ما رفتیم دیدنشون. اونتا وقتی می رفتیم دیدن اینها، این آرم منافقین بالا سرشون بود، از اونجا می فهمیدیم که اینها عضو رسمی منافقین هستن، ولی خیلی از اینا رو ما نمی دونستیم که عضو رسمی هستن. در هر حال در مسجد فعالیت‌های انقلابی بود، به عنوان یک مرکز انقلاب در تهران بود. انشالله که شرح بیشترش من در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهم کرد که دو بار سه بار هم مورد حمله و تهاجم مزدوران رژیم قرار گرفت. انشالله به تدریج شاید خاطره هایی باشد که از نظر تاریخ انقلاب مفید باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.